اشغال منزل مهدی کروبی، هشدار خانواده کروبی به حکومت، هشدار سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره رواج رادیکالیسم، درخواست از جامعه جهانی برای واکنش به حصر موسوی و کروبی، تایید خبر جان باختن امیر حسین تهرانچی در اعتراضات روز 25 بهمن، دستگیری فرهاد فتحی و سعید سکاکیان. از رضا ایزدی خبری در دست نیست. در این بخش خبری توجه هموطنان گرامی را به اخبار جنبش سبز و حقوق بشری جلب می‌کنیم. منزل مهدی کروبی به طور کامل اشغال شد. نیروهای امنیتی ایران از صبح روز چهارشنبه مجتمع خانه مهدی کروبی را به طور کامل اشغال کردند. به گزارش وبسایت سهام نیوز، ماموران امنیتی روز چهارشنبه در داخل ساختمان محل سکونت مهدی کروبی مستقر شده و کوچه محل سکونت او را تخلیه کردند. بر اساس این گزارش، ماموران خودروها و تجهیزات خود را نیز به داخل این ساختمان منتقل کردند. مایحتاج مهدی کروبی و همسرش نیز از 10 روز پیش تا کنون توسط نیروهای امنیتی تامین شده است. سهام نیوز این مسئله را موجب نگرانی از اجرای یک برنامه حذف فیزیکی با استناد به موارد مشابه خوانده است. مهدی کروبی و میرحسین موسوی از روز 23 بهمن ماه امسال در بازداشت خانگی به سر میبرند و تمام راه‌های ارتباطی آنان قطع شده است. خانواده مهدی کروبی درباره حفظ جان پدر و مادرشان به حکومت هشدار دادند. به گزارش سایت سهام نیوز، خانواده مهدی کروبی در نامه‌ای با اشاره به سلامتی مهدی و فاطمه کروبی تا قبل از حبس خانگی هشدار دادند که از این پس مسئولیت هر گونه پیش آمد و اتفاقی برای ایشان بر عهده حکومت خواهد بود. فرزندان مهدی کروبی تاکید کردند که از 2 هفته پیش مواد خوراکی مهدی کروبی و همسرش را ماموران اطلاعات تهیه می‌کنند و به آنان اجازه تهیه مایحتاج پدر و مادرشان را نمی‌دهند. آنان حکومت جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی را از هر گونه تلاش برای تهدید جان مهدی و فاطمه کروبی برحذر داشته و صریحاً اعلام کردند که عواقب این نوع اقدامات متوجه حکومت خواهد بود. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره رواج رادیکالیسم هشدار داد. شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در بیانیه‌ای حبس خانگی رهبران جنبش سبز، برخوردهای خشونت‌آمیز با مخالفان و بازداشت فعالان سیاسی در روزهای اخیر را محکوم کرد و در خصوص رواج افراطگری در کشور هشدار داد. به گزارش وبسایت نوروز، این سازمان گفته است که بخش‌های افراطی حاکمیت خواهان ایجاد فضایی هستند که در آن امکان هر گونه تحرک معترضان و منتقدان مشفق و اصلاح طلبان سلب شود و میدان برای رشد گرایشات رادیکالیستی و خشونتگرا باز شود. به گفته این سازمان، بخش‌های افراطی حاکمیت برای رسیدن به این هدف از یک سو در پی تهدید و مرعوب کردن بخش‌های معتدل حاکمیت و از سوی منتقدان و معترضان را به شدت سرکوب می‌کنند. شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، سران جنبش سبز و زندانیان سیاسی این روزها را آخرین کسانی خواندند که با حاکمان کنونی با زبان منطق و قانون سخن گفته و خواهان حل مسالمت‌آمیز مشکلات کشورند. این سازمان تأکید کرده است که به نظر می رسد جریان اقتدارگرا به خاطر بقای خود حاضر است تمام کشور را به آتش بکشد و تمامی دستاوردهای ملت در انقلاب اسلامی را به باد دهد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از اغلا و مراجع و شخصیت‌های محترم و دلسوز ملت و کشور خواسته است که کشور را از دست افراطیون حاکم به در آورند و تا دیر نشده جلوی این همه ظلم و خودکامگی و خودسری در حق شهروندان معترض را بگیرند و صدای آنها را بشنوند. شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در این بیانیه به طرفداران جنبش سبز نیز هشدار داده است که به دام رادیکالیسم و خشونتی که افراطیون حاکمیت اقتدارگرا خواهان آنند نیفتند و بدانند که افراطیگری دام پهن شده افراطیون حاکم برای توجیه نیروهای خود برای سرکوب بیشتر است. شاخه خارج از کشور این سازمان در پایان بیانیه خود همه معتقدان به جنبش سبز را دعوت کرده است که حرکت‌های خود را در همراهی با شورای هماهنگی راه سبز امید و منشور سبزی که به امضای 2 رهبر زندانی جنبش رسیده است سامان دهند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران خواستار واکنش جامعه جهانی به حصر موسوی و کروبی شد. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با غیرقانونی خواندن حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی خواستار واکنش قاطع جامعه جهانی به نقض حقوق انسانی شهروندان در ایران شد. به گزارش جرس، این تشکل حقوق بشری در بیانیه‌ای به حکومت ایران هشدار داده است که برخوردهای غیرقانونی با موسوی و کروبی یقیناً به افزایش خشونت و تنش در کشور منجر می‌شود و دولت ایران را مسئول حفظ سلامت و امنیت جسمی و جانی این افراد دانسته است. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران حصر خانگی موسوی و کروبی را فاقد حداقل وجاهت قانونی، نقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین نقض حقوق مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته و گفته است این تنها حقوق اجتماعی و آزادی‌های فردی بازداشت شدگان نیست که نقض شده است، بلکه باید گفت سلامت و جان این افراد نیز در معرض خطر قرار دارد. این تشکل حقوق بشری با اشاره به سابقه رفتار دستگاه‌های امنیتی با سران جنبش سبز و دیگر منتقدان و مخالفان حکومت هشدار داده است که امنیت حصر شدگان را دستگاه‌هایی به عهده گرفته‌اند که در زمینه اقدامات غیرقانونی سابقه شرم‌آور و نگران کننده دارند. خبر جانباختن امیر حسین تهرانچی در اعتراضات روز 25 بهمن تایید شد. به گزارش وبسایت ندای سبز آزادی، خبر جانباختن امیر حسین تهرانچی در اعتراضات روز 25 بهمن تایید شده است. بر اساس این گزارش، اقوام، دوستان و مسئولان مرکز پیش دانشگاهی صالح واقع در منطقه دروس تهران این خبر را تایید کردند. به گفته ندای سبز آزادی، پیکر تهرانچی را به خانواده‌اش تحویل دادند، اما از آنان تعهد کتبی گرفتند که درباره او خبری به رسانه‌ها ندهند. امیر حسین تهرانچی روز 25 بهمن ماه بر اثر اصابت گلوله کشته شده است. صانع ژاله و محمد مختاری از دیگر جانباختگان اعتراضات روز 25 بهمنند. فرهاد فتحی و سعید سکاکیان دستگیر شدند. به گزارش جرس، در پی تجمعات 25 بهمن، فرهاد فتحی و سعید سکاکیان دو تن از فعالان دانشجویی قزوین دستگیر و به زندان اوین منتقل شدند. این دو در چند روز اخیر با خانواده‌های خود تماس گرفت و از سلامتی خود خبر دادند، اما وضعیت پرونده آنان و اتهاماتشان هنوز معلوم نیست. از رضا ایزدی خبری در دست نیست. به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، رضا ایزدی استاد دانشگاه غزالی قزوین مدتی است که ناپدید شده و خبری از وی در دست نیست. بر اساس این گزارش، وی سال گذشته نیز پس از اجتماعات 16 آذر 88 در تهران دستگیر و پس از حدود 2 ماه بازداشت در بند 209 زندان اوین با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده بود.